عزیزم، هیچ معلومه کجایی؟ همه جا دنبالت گشتم. اینجا چی کار میکنی؟ اینجا چی کار میکنه؟ خواستم قبل از اینکه بیان خونه یکم اتاق تزیین کنم، بعد دیدم این کار شدیداً اعصابشون رو خورد میکنه، پشیمون شده. اینو برای اون گرفته بودم، میخوای تو بهشون بده؟ نه اصلا پشیمون شدم، اینو بهشون نده. وقتی از بیمارستان برگردن همه چی درست میشه، مطمئن باش. باشه، این وضعیت گذراست. آره میدونم، ولی وقتی اومد نمیخوام جلوی چشمشون باشم. هم بیشتر از این اعصابشون خورد نشه، نمیخوام باز بریزه به هم. منم از دور بچهشو میبینم، از دور نگاش میکنم. البته اگه بتونم حتی یه بار بوش کنم برام کافیه. کاش میشد بگم این فکر خوبی نیست، ولی انگار الان بهترین کار همینه. میتونی برای من فقط بوی تو کافیه. پس چرا نمیپرسی برای چی دنبالت میگشتم عزیزم؟ راست میگی، این موقع روز تو خونه چی کار میکنی؟ اومدم بدوست. وای، قراره کجا بری؟ بگو دیگه، قراره کجا بری؟ سورپرایزه، نمیشه بگم. یعنی چی که سورپرایزه؟ ای بابا، مگه من سورپرایز تو رو خراب میکنم که تو میپرسی؟ بلند شو ببینم. باشه، ولی منم که تو رو میخوام ببرم بیرون، تو هم همین سوالا رو از من میپرسی. یعنی میگی من سورپرایز تو رو خراب کردم؟ چه ربطی داره عزیزم؟ میخوام بدونم چی باید بپوشم. یعنی چه جور جاییه؟ سفر یه روزه که نمیدی، قراره یه هفته بدوزمت. باشه. یه هفته؟ یعنی چی یه هفته؟ به نظرت الان وقت مناسبیه که دوتایی بری؟ الان مناسب ترین وقت برای رفتن تا خونه یکم آرومه، حاضر شو بری. بهتره منم یه مدت فکرتو نبینم، چون دیگه تحملشو ندارم. بذار موتور منم یکم خونک شه. خیلی فکر خوبیه، واقعا فکر خوبیه. خب گفتی قراره کجا بری؟ دهاتمون. جرزان، اینو پرسیده بودی؟ خب چی کار کنم عزیزم، دلم میخواد بدونم کجا میری. باشه دیگه، زود باش. فاروق، تو رو خدا بگو، من باید بدونم چیا بذارم تو چمدون. بگو دیگه. به خاطر این شیطونی جنابالی نمیتونیم بریم خارج از کشور. تو هرچی فکر میکنی لازمه بردار. خیلی ببخشید، مگه من برای خوشگذرونی رفتم پراکم؟ از تقصیر تو بود. نه من بس دیگه، اینقدر حرف نزن، برو حاضر شو.